سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح دوشنبه 20 آبان ماه سال 1392 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 یک شنبه شب 10 نوامبر 2013 میلادی در پایتخت آمریکا واشنگتن. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جنگ در برنامه هفتگی فرهنگ جامعه دکتر مهدی آقازمانی درباره مقوله اعتماد بین افراد توضیح می‌دهد. این مسئله در ایران، یعنی رابطه عاطفی بین یک دختر و پسر خارج از ازدواج، مسئله غیر قانونی مذموم از لحاظ بسیاری از خانواده ها در اکثر شهرها و مناطق کشور، به استثنای بخش از طبقه متوسط یا مرفه جامعه، اون هم در شهرهای خیلی بزرگ مثل تهران و تبریز و اصفهان، مسئله بد و زشتی است. شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید. گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران طی 30 و چند سال را بسیاری از تحلیلگران شگرد زمان خریدن ارزیابی می‌کنند. اما منتقدان می‌پرسند این زمان خریدن به چه منظور است؟ با چه هدفی؟ برای اصلاح امور یا احیاناً با قصد پیش بردن مقاصدی که منافع ملی و یا حتی منفعت‌های بلند مدت خود نظام را هم شامل نمی شود و سیاست مداران از این دست فقط به سودهای کوتاه مدت و اندک فکر می کنند. اگر قصد فریب دادن در کار باشد چه بهره کلانی از این می برند یا این شیوه ها تا کجا و کی می تواند ادامه یابد؟ در نهایت آیا این نوع سیاست مداری چه آموزش مستقیمی بر تک تک افراد جامعه می‌گذارد؟ خود شما چقدر مورد اعتماد اطرافیانتون هستید؟ چند اندازه اونها به شما اطمینان دارند؟ اگر بگویم خانواده جایی است که احساس امنیت در آن یک اولویت است، چه مقدار کنار شریک زندگیتان امنیت خاطر دارید؟ دوشنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه فرهنگ جامعه که در آن همراه دکتر مهدی آقازمانی، جامعه شناس مقیم کالیفرنیای آمریکا، هر هفته به یک موضوع میپردازیم در قیاس رویکرد دو جامعه ایران و آمریکا به اون موضوع. در بخش 36 برنامه هفتگی فرهنگ جامعه گفتگو درباره روابط دختر و پسر و اعتماد بین آنها را آغاز می‌کنیم. آقای دکتر زمانی عزیز، بسیار ممنون از فرصت دوباره‌ای که در اختیار صدای آمریکا قرار میدین. توی مصاحبه‌های گذشته راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم که در دو جامعه ایران و آمریکا به هر حال مردم باهاش مواجه هستند. یکی از موضوعهایی که به خصوص نسل جوان امروز داخل ایران باهاش به شدت دست به گریبان به عبارتی، روابط دختر و پسر هست که کمی فاصله گرفته از شکل سنتی اون که قدیم به هر حال خانواده ها می رفتن آشنا می شدن، خواستگاری می رفتن و به این ترتیب حالا وصلتی شکل می گرفت یا نمی گرفت. اما الان بیشتر به نظر می رسه که دختر و پسر اول خودشون آشنا می شن. موارد اخیری به گوش من روزنامه نگار رسیده که پسری ابراز علاقه می کنه نسبت به دختری و بعد به شکل نامحدودی زمان، نمیتونم بگم زمان معلوم میکنه که اتفاقا نامعلوم زمان میذاره، یا همش نگران از این که دختر بگه که خب این دوستی ما تا کجا ادامه خواهد داشت و به شدت حساس اون پسر. حالا به چه دلیل رو از شما میخوایم بپرسیم که آقای دکتر زمانی، شما در ایران که به هر حال مدت زیادی نیست ازش فاصله گرفتین،
چرا پسرهای الان به نظر میرسه از این موضوع خوشحالن، راضین که با کسی دوست باشن بدون اینکه هیچ زمانی یا مسئولیتی یا تعهدی براش معلوم بکنن؟ خانم رحیمی، بذارید موضوع رو کمی به عقب‌تر برگردونیم و ببینیم که خواستگاه روابط عاطفی بین دختر و پسر در ایران چگونه رقم می‌خوره. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم و عموم بینندگان این برنامه هم در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که در اون به صورت سنتی و از منظر مذهب هر گونه رابطه بین دختر و پسر در خارج از حوزه ازدواج رابطه مذموم و غلطی شمرده شده و تمام همت و تلاش حکومت هم در سالهای اخیر خصوص این بوده که جلوی هر گونه آشنایی و ارتباطی رو بین دختر و پسر بگیره، چه در جمعهای دوستانه، چه در جمعهای خانوادگی و چه در محیطهای تحصیلی مانند دانشگاه که بهترین فرصت رو برای دختر و پسر فراهم میکرد که شناخت بهتری از هم داشته باشد. این دورماندن تاریخی زن و مرد در ایران موجب ایجاد عقده‌هایی در هر دو سوی این قضیه شده. مردها نسبت به رفتارهای جنسی با زنان حریص هستند و زنها البته در دریافت محبت و در دریافت پشتیبانی از مردها همین کمبود رو احساس میکنند. از همین رو به طور جدی و عمده و شاید حتی خیلی از شنوندگان ناراحت شد از این جمله من، بس عرض کنم که بر اساس آمارهای موجود تا 85% ابراز علاقه مردها به زنها که عرف معمول در ایران هست که مردها پیشگام هستند دروغه و اگر به کسی میگن ما عاشق تو هستیم به این دلیلی که شهامت این رو ندارن که بگن ما تمایل به این داریم که با تو رابطه جنسی داشته باشیم. از همین رو به فریب رو میارن و با استفاده از کلمه عشق و یک تصویر غلط از عشق در ذهن شنونده که طرف مخالف دختر باشه این ایده رو پدید میآورد که خب این پسر به من علاقه‌مندی داره و خودش رو راضی میکنه که حالا با این پسر وارد یک رابطه کاملتر از لحاظ جنسی بشه، تن به این رابطه بده. این نکته نخست. از سوی دیگه همین مسئله در زنها به مرور زمان این ماجرا رو فراهم آورده که وقتی مردها فقط به صرف استفاده از بدن من با من ابراز عشق ورزی میکنن، طبیعی است من هم فقط همین محدوده حرمت اخلاقی رو در اندازه های مربوط به این که تا چه اندازه ممکنه ما بتونیم توی یک رابطه عاطفی از طرفمون، از اون مردی که همراه ما هست، پشتیبانی، حالا حمایت به مفهوم مالی، به مفهوم عاطفی و یا هر نوع دیگری از اون رو بگیریم، خلاصه میشه. پس در هر دو سوی این قضیه، چه دختر به پسر و چه پسر به دختر، هر دوشون مرتکب یک نوع دروغگویی شدن. عشق رو مطرح کردن در حالی که هیچ کدوم منظورشون عشق نبوده. در دراز مدت پسر و دختر به هم تعلق خاطر پیدا میکنن. دلیل این همنشینی ها، حمایت ها، هزینه کردن های وقت، عاطفه و سرمایه موجب نوعی همدلی و همراهی رو فراهم میاره که متاسفانه چون بیس شناخت درستی نیست، خواه ناخواه ایجاد مشکلاتی رو میکنه که بعدها ما در قالب رفتارهای خطرآمیزی که بعد از ازدواج پیش میاد بین زوجین با اونها مواجه هست. من حالا اتفاقا میخوام دفاع بکنم از یک بخشی از اون روابط و تاکید بکنم به همون جمله که شما گفتین که بعد از مدتی به هر حال تعلق خاطری بین اینها ایجاد میشه، ولی همچنان اینکه ما میگیم علل عموم پسرها معنیش نیستش که واقعا همه 100% هست، استثناء هم همیشه هسته چه در مورد دخترها چه در مورد پسرها، ولی علل عموم پسرها گویی که یک زرنگی، من لغت زرنگی رو داخل گیومه استفاده میکنم، زرنگی به خرج میدن و اصطلاحی که بین خودشون رایج هست، دم لا تله نمیدن، متعهد نمیشن، مسئولیت نمیپذیرن که خب حتی این دختر رو به شکل رسمی و همه جا علنی دوست دختر خودشون معرفی بکنن یا بعدن بگن فرض بکنید نامزد یا آنچه در اینجا معروف هست پارتنر، شریک زندگی، و یا حالا بعدها بخواد به ازدواج بکشه. یعنی یک جور پنهانکاری بینشون دیده میشه طبق خبرها، طبق اون چه که دوستان آشنایان تعریف میکنن، که دوستیشون رو هم پنهان بکنن. ببینید سکار خانم رحیمی، تأکید میکنم ما در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم. در همین حال حاضر این مسئله در ایران، یعنی رابطه عاطفی بین یک دختر و پسر خارج از ازدواج، مسئله غیر قانونی، مذموم از لحاظ بسیاری از خانواده ها در اکثر شهرها و مناطق کشور به استثنای بخش از طبقه متوسط یا مرفه جامعه، اون هم در شهرهای خیلی بزرگ مثل تهران و تبریز و اصفهان، مسئله بد و زشتی است.
داشتن دوست پسر جلوی خانواده یا داشتن دوست دختر جلوی خانواده، آشنایان یا در عموم فعالیت‌های اجتماعی کار پسندیده‌ای محسوب نیست. حتی دقت که میکنید میبینید دخترها برای فرار از این که بگن ما دوست دختر کسی هستیم میگویند ما به مردی برای ازدواج کردن فکر میکنیم، پسری در زندگیمون هست که دوستش داریم و عاشقش هست. یعنی عملا مسئله رو پنهان میکنن، در حالی که صورت مسئله بله همین دوستی بین پسر و دختره که در خیلی از مناسبات بین افراد معنا داره یا در جمعهای جوان معنا داره، اما وقتی پا رو به حریم اجتماع میگذاره، پا رو به حریم خانواده میگذاره، این مسئله نه تنها معنا نداره بلکه به بدترین نحو ممکن باهاش مواجهه و مقابله هم میشه. این نکته نخست. نکته دوم هم که من بهش اشاره کنم، مسئولیت پذیری در قبال یک رابطه یا همون کلمه ایست که ما بهش میگیم تعهد در انگلیسی کامیتمنت. ببینید واقعیت ماجرا اینجاست که ما نمیتونیم بار مسئولیت یک زندگی رو به صرف این که دو نفری که در اون هستن قرار هست این بار رو به دوش بگیرد فقط و فقط به عهده مرد به تنهایی یا زن به تنهایی بگذاریم. هر دو طرف وظیفه دارند که در این راستا فعالیت کنند، خواه نخواه. چون برای پسرها موقعیت‌های بیشتری برای برقراری ارتباط با دخترها در جامعه ایران وجود داره و این موقعیت‌ها برای دخترها کمتره، ما متوجه میشیم که پسرها فکر میکنن اگر با یک دختر حالا بر اساس اون مناسباتی که وارد شدن، ما این پیش فرض غلط ذهنی که داشتن وارد شدن، حالا اگر بخوان بمانن دچار این میشن که حالا با این آدم دارن دنبلای تله میدن و موقعیت‌های بهتر یا بیشتری رو از دست میدن. بعد هم این مسئله همونجور که شما هم اشاره کردید، من هم باز تاکید میکنم عمومی نیست، چه بسا پسرها و دخترهایی که واقعا متعهدانه در رابطه هاشون میمونن و با جان و دل طرف مقابلشون رو دوست دارن و پای همه سختی ها حالا به درست یا غلط میمونن، چه بعدها پشیمون بشن چه بعدها از اون افسوس نخورن. اما در کل وقتی که ما در مورد این مسئله صحبت کنیم که آیا یک جوان امروز در ایران میتونه بار مسئولیت یک زندگی مشترک رو به تنهایی به دوش بکشه و آیا میتونه دختری رو که انتخاب کرده به عنوان عشقش، به عنوان دوست دخترش، به عنوان نامزدش، حالا در مقام همسر خوشبختش کنه، اینجا مسائلی است که فقط نبایستی به اون جوان فکر کنیم، به اون پسر یا دختر فکر کنیم، مجموعه برآیندهای اقتصادی، اجتماعی، رفتارهای منبعث از قوانین حکومتی و بسیاری از مسائل دیگه دخیل هستند که گاهی وقتها راه رو برای مرد و زن می‌بندند که اونها علارغم داشتن رؤیاهای بزرگ امکان دستیابی به اون رؤیاها رو نبینن و وقتی که این امکان دستیابی به اون رؤیاها رو نبینن بر اساس غریزه و نیازشون، نیاز غریزیشون در واقع به برقراری ارتباط با جنس مخالف، گردن بگذارند و تمایل نشون بدن.